با درود به بینندگان عزیز تلویزیون برابری، آرش کمانگر هستم. امیدوارم هر جا هستید شاد و تندرست باشید. شاد که چرس کنم با این اخبار بسیار دلخراشی که ما میشنویم، به ویژه در غزه و اون نسل‌کشی و قتل عامی که داره اونجا صورت میگیره. من فکر نمیکنم هر انسانی که بوی از آزادی خواهی، ترقی خواهی برده باشه در جهان، از این جنایت سیستماتیکی که داره صورت میگیره به اصطلاح خشمگین نباشه. جنایتی که البته دور جدید این بحران به جنگ رو ما از شنبه گذشته 7 اکتبر با یورش حدود 1000 نفر از جنگجویان حماس و جهاد اسلامی به مناطقی در خاک اسرائیل داشتیم که خود اسرائیل میگه حدود 1400 نفر از شهروندان غیر نظامی و نظامیش کشته شدن، حدود 200 نفرشون به گروگان گرفته شدن. بعد از اون عملیات همچون یک مائده آسمانی دولت جنایتکار، اشغالگر و صهیونیست اسرائیل استفاده کرد برای اینکه به قول خودش نقشه خاورمیانه رو دوباره بازسازی کنه و کار حماس رو بسازه و عملاً غزه رو بخواد با خاک یکسان بکنه. و تا حدود 10 روزه که از این ماجرا میگذره، متاسفانه بیش از 2500 نفر کشته شدن از فلسطینی ها در نوار غزه که احتمالاً وقتی داره از ماهواره پخش میشه متاسفانه ممکنه به 3000 نفر هم افزایش پیدا کنه. بنابراین دست به نقد در عرض این 10 روز حدود 5000 نفر از دو طرف کشته شدن و بیش از 10000 نفر هم مجروح شدن و حتی سازمان ملل هم اعتراف میکنه که یک فاجعه انسانی تمام عیار رو ما در غزه که به لحاظ تراکم جمعیت در وسعت خاکی 3 منطقه است در جهان، یعنی در یک منطقه کوچک حدود 2.5 میلیون انسان زندگی میکنن، ضمن اینکه این شهر به اصطلاح این منطقه سالهاست از 2005 به بعد که ظاهرا در اختیار فلسطینیا قرار گیره و زمین و هوا و دریا تحت محاصره کامل اسرائیل بوده، ادش به عنوان بزرگترین زندان روباز جهان یاد میکنه. بنابراین شاهد یک نسل‌کشی تمام عیار و این برخورد دبل استاندارد و دوگانه به ویژه کشورهای غربی به ویژه آمریکا هستیم در مواجهه با این فاجعه. خب رفیق حسن، ما حدود 3 هفته بود که شما رو به خاطر کسالت و بیماری نداشتیم. خیلی خوشحالم که تا حدودی سلامتی خودت رو باز یافتی و مجدداً با بینندگان تلویزیون برابری همراه هستی در برنامه دیالوگ هفته. از اونجایی که خب 3 هفته ما شما رو نداشتیم در تلویزیون، من ابتدا به ساکن میخواستم تحلیل و ارزیابی کلی تو رو از این ماجرا، بحران و فاجعه و جنگی که داره در حال وقوع هست رو بدونم. بگوش. درود به تو رفیق آرش عزیزم و درود به بینندگان عزیز تلویزیون برابری. سپاسگزارم از لطفی که به من داری. بالاخره پیری است و بیماری میاد و میره، ما بهش تن در نمیدیم، باهاش میجنگیم و به پس میرانیم. این یک نکته بخواستم از تو اجازه بگیرم. واقعا ناراحتی من رو، اندوه هم رو از قتل داریوش مرجویی و همسرش بیان کنم که برای من یادآور قتل‌های زنجیری است. قتل رفقای عزیزم محمد مختاری، پوینده و دیگرانه. و من در یاد داشتی که رفیق عزیزم، هموندم، کانونیم اکبر معصومی که نوشت، اونجا جمله نوشتم که میخوام با تکرارش این بحث ببندم. نوشتم که مردم به درستی و به حق دنبال دستهای خونین سربازان مخفی امام زمان هستند. تا روشن شدن جزئیات قضایا من بر چنین نظر هستم. اما برگردیم بر سر فاجعه ای که ناگهان آوار شد بر بشریت و به ویژه به مردمان
بیگناه اسرائیلی، ساکن اسرائیل، و مهمتر از او به خاطر شرایط بدی که دارن مردمان فلسطینی ساکن نوار غزه. حقیقت قضیه این استش که هجمه سازمان یافته بسیار تدارک شده حماس و شکستن دیوارهای امنیتی که در این حال اون شعار گنبد و اون شعار امنیت مطلقی که ادعا می کردن با اون دیوارها و اینا نشون داد که وقتی که حرکت جدی باشه رخنه در این دیوارها و این دستگاه امنیتی امر ناممکن نیست و شعارهای دولت دست راستی فاشیست اسرائیل در این مورد هم شعار لاف زدن تو خالی بود و عملا نشان داد که این ظرفیت وجود داره که این دیوارهای تکنولوژیک مبتنی بر تکنولوژی پیشرفته هم می شود در هم شکسته بشه که شد. اما ورود حماس همراه با جنایاتی بود که بیش از همه به اون مرکز رقص جوانها تعرض شد و قتل عامی که اونجا صورت گرفت، جز سیاه رویی، جز نفرت انباشته شده مردمان آزادی خواه انسان دوست جهان چیز رو به بار نیاورد. حالا من کار ندارم این تبلیغات جنگی رو که مدعیست اسرائیل البته تا حالا سندی نشون نداده، تا حالا بعدنم مجبور شده تأکید کنه که هنوز مستنداتی نداره که نوزادان سر بریده شدن غیره، که تکان دهنده بود، ولی بگیریم که اونها را بخشی از تبلیغات جنگی اسرائیل تلقی کنیم که البته اینجا و اونجا افکار مترقی مردم جهان رو فریب داد این تبلیغات دروغ. حتی جایی که جو بایدن سر راست اول گفت دیدم اصلا عکس رو، بعد دولت رسمی آمریکا گفت نه خیر این آقای بایدن ندیده بوده و هیچ جا هم نتونستن اثبات کنن که این ادعاهای کثیف وجود خارجی داشته. ولی وجود نداشتن این جنایاتی که تبلیغات جنگی میشه بهش نام گذاشت توجیه نمیکنه جهنم برخورد حماس رو، اونجا که دختران جوان رو لخت میکنه. آخه این چجور اسلام کثیفی است ادعایی که میکنن دختران جوان رو لخت میکنن و اون شکل فاشیستی و کثیف در خیابان ها میگردونن با صدای الله اکبر. این نشون میده ظرفیت حیوان گرگ صفتی این اسلام سیاسی را که اگر منافعش اقتضا کنه در رند خوییش ابعاد نداره. بسیار خوب این صورت گرفت و این مائده آسمانی بود برای نتایجه و وزرای فاشیست دست راستیش که در این کابینه ائتلافی حضور دارن و در این چند ماهه تا اونجا که توانستند فلسطینی ها را تحقیر کردن، تا اونجا که توانستند فلسطینی ها را و این جریان حتی ارتجاعی حماس و حزب الله را تحریک کردن با ورودشون در مسجد الاقصا، به اجازه دادن گسترش شهرک ها ببخشید این ادامه همون عارضی سرماخوردگیست، با گسترش شهرک ها و اجازه دادن تجاوز یهودیان ساکن شهرک ها به ساکنین عرب ساکن در خود اسرائیل. خب این فضا فضایی که جان این بخش بزرگی از این مردم ها رو به لبشون رساند و البته نشون میده که وقتی 5000 راکت در یک روز به سمت اسرائیل بیره یک امری نبوده که یک شب خواب دیده باشن، یک تدارک طولانی مدتی رو بیانگره که من در این جا میخوام بگم تردید ندارم برای این تدارک به تولید، حتی اگر تولید داخلی حماس باشه که به احتمال زیاد میتونه باشه، ولی با لوازم ابزار یدکی ها اینها همه از طریق جمهوری اسلامی، از طریق حزب الله هم لبنان و این نیروها در واقع در اختیار حماس قرار گرفته. خب این اون نقطه کلیدی است. بنابراین این یه جنگ تدارک شده بوده که نمیتونسته مستقل از حمایت این دول ارتجایی در رأسش
سیدعلی خامنه‌ای که سرراست گفته بازوی تدارکات سازمان دهندگان این حرکت رو میبوسم، نشون میده که دست در کار بوده. بوده اوضاع به حدی خرابه، به حدی مناسب فضای عمومی علیه حرکت جمهوری اسلامی است که مجبور شده که بگه که ما نقشی نداشتیم. البته این روزها که این هفته ای که گذشت ما میبینیم که وزیر امور خارجه ایران سفرهای دیپلماتیک کرده و تهدید کرده در ادامهش بالاخره جمهوری اسلامی هم وارد این کارزار خواهد شد. خود اسرائیل تعداد زیادی روستاهای مرز با لبنان رو جمعیتش جمع کرده به هتل‌ها برده و تبادل آتشی بین حزب الله و لبنان با اون بخش اسرائیل صورت گرفته. اما این یک معاهده آسمانی بود برای نتانیاهو. بمباردمان یک هفته بی وقفه بر سر مردمان بیگناه فلسطین که از یک سو اسیر استبداد مذهبی حماس بودند امر ساده ای نیست. حتی آشکارا نه نیروهای چپ انقلابی، بی بی سی سر راست نوشت که حتی وقتی اسرائیل دستور داد که برید به جنوب، مردم در حال حرکت بمباران شدن و تعداد کودک کشته شده. یعنی این حرکت کسی اگر 1% کشتار بچه ها در اسرائیل حقیقت مادی داشته که باید با تمام وجود علیهش اعتراض کرد، اون در واقع در رقابت بچه کشی اسرائیل افتاده. وقتی که زیر همین توجیه که زیر این خانه ها تونل های حماس هست برای حفاظت و با وقاحت و شقاوت تمام کشتار کرده و بعد 300,000 نیروی نظامی رو با تانک ها و تجهیزات پشت مرز گذاشته آماده وروده. خب این نسل کشی اگر نیست پس چه است؟ اینجا دو تا نکته بگم پرچانگی نکنم چون میتونه تو دیالوگ مشترک ما بقیه بحث ها باز بشه. برخورد غرب در رأسش امپریالیسم آمریکاست که به شخص خود بایدن به طور ویژه که آشکارا حمایت بی قید شرط از اسرائیل میکنن. در اول اصلا حتی نمیگفتن رعایت موازی قراردادهای جنگی و دفاع بی قید شرط برای اسرائیل درست میدونستن و حمایت مطلق میکردن و در اروپا هم همینجور در خیلی از جاها اصلا تظاهرات برای فلسطینی ها رو ممنوع کردن، از جمله در بخش های قابل توجهی از شهرهای آلمان. اینجا در پاریس هم که من زندگی میکنم همین وضعیت صورت گرفته. زیر عنوان خطر تروریسم عملا اپوزیسیون این جنگ رو فلج کردن در بیان اعتراضش در خیابان ها، هرچند در لندن علی‌رغم این قضیه جمعیت عظیمی به میدان آمد. و مگر میشه این رو فراموش کرد؟ بنابراین بعد آمده محاصره کرده و گفته از ساعت پریروز گفت از ساعت 10 تا 4 بعد از ظهر یک جمعیت 1,200,000 نفری اینو که سازمان ملل چند بار تکرار کرد از اینجا باید عبور کنه بره. اونا هم میگن بیمارستان ها را چه کار باید کرد؟ این زمان برای یک این انتقال عملی نیست. سازمان ملل خود دبیر اول سازمان ملل سرات گفتن اگه این اتفاق بیفته فاجعه بارتری صورت خواهد گرفت انسانی و الی آخر. اما شعار زیر همین پرچم که ما میخواهیم نابود کنیم حماس رو عملا تغییر پایه های تغییر جریان اسرائیل و عرب و اون ایده دو کشور رو میخواد متلاشی کنه، اون دو کشور اسرائیل و چیز رو میخواد متلاشی کنه. و در این زمینه همه داده ها نشان میده که غرب و در رأسش آمریکا هم آواز منتها. خب روشنه که ادامه این جنگ در محله در منطقه غزه محدود نخواهد شد و این نگرانی رو برای غرب برای آمریکا هم وجود آمده. در صورت گسترش این جنگ کشورهای رهبران مرتجه عرب زیر فشار مردمان خودشون نمیتونن بی‌طرفی مطلق داشته باشن. همین حالا که نقدن ما میتونیم نقشه آمریکا در نزدیکی اسرائیلی و عربستان سعودی به سقف خورده و اصلا تقریبا یک امر فعلا یک امر ناممکنی شده.
و این فقط شامل حال عربستان و سعودی نیست، تمام دول کشورهای عربی همین بن‌بست رو دارن. اگر این جنگ به همین شکل کسی ادامه پیدا کنه، چشمانداز سیاه و تاریکی برای منطقه خاورمیانه و ای بسا در گسترده بشه در مناطق دیگر داره. این نکته رو بگم به تمام کنم رفیق آرش عزیزم، از حساسی ترین و مهمترین و فوری ترین قضیه این استش که اگر این حرکت تانک ها جنگ زمینی آغاز بشه، بیش از هر چه خودشون که میگن حماسیات زیر تونل هم. پس مرزنان، کودکان و مردمان غیر نظامی هستن که قتل عام میشن. بنابراین این رو من نام بخوام به این، یه هولوکاسته، این یه هولوکاسته که اسرائیل در علیه مردمان مظلوم فلسطین به کار میبره. به اینجا جهان کور و کر نمیتونه بمانه و این رو تحمل کنه. این قضیه بسیار بسیار جدی است که بایستی تأکید کرد به کرات، و البته فشارهای حد معینی از فشارهایی که در سطح بین‌المللی این یکی دو روز آغاز شده، اسرائیل به بهانه اینکه هوا ابری است و و و از حمله زمینی فعلا خودداری کرده، ولی داستان دیگری است. رئیس یکی از بیمارستان بزرگ غزه میگه تا دو روز دیگه این سوخت تمام میشه، کودکان و بیماران خواهند مرد در بیمارستان ها، انتقال این هزاران بیمار زخمی در این بیمارستان ها به جای دیگر بردن ناممکن، اونم در شرایطی که نه آب هست، نه غذا هست، نه دارو هست. اون هواپیمایی هم که رسیده توی مصر که لوازم هلیکوپتر، امکان ورود مسیری که امن باشه بتونه این سوخت و اون مواد غذایی بسازه وجود نداره. بنابراین بشریت یک بار دیگر شاهد زنده یک نسل کشی، یک هولوکاست جدید به وسیله نیروی هست که خودش قربانی تمام عیار جهنم فاشیست بوده، به همون شیوه فاشیستی به انتقام کشی به نام علیه حماس، علیه مردم فلسطین دست. رفیق حسن، البته بایدن بعد از اینکه 10 روز تمام قد در کنار اسرائیل وایساده بود، روز دوشنبه اعلام کرد که اشغال نظامی مجدد غزه یک اشتباه بزرگ. حالا خیلی از تحلیلگران اصلا خودشون هم شک داشتن که اصلا هدف اسرائیل این نیست که بره دوباره مثل قبل از 2005 غزه رو به طور کامل اشغال کنه، چون میدونه اونجا تبدیل میشه به یک باطلاق تمام عیار براش. هدفی که به نظر میرسه، هدفی که ارتش اسرائیل و دولت نتانیاهو در مقابل خودش قرار داره، بره به قول خودش تمام این زیرساخت‌هایی که حماس و جهاد اسلامی ازش بهره میگرفتن برای اینکه بتونن حمله بکنن به اسرائیل، خمپاره، راکت شلی بکنن، اون رو از بین ببره. منتها همونطور که خودتونم به درست گفتید، اصلا حماس و جهاد و اینا اصلا شهرک‌های زیرزمینی دارن. شاید هم کمترین تلفاتی که اکنون متوجه غزه شده متوجه اون جنگجویان باشه. اساسا این غیر نظامیان به ویژه زنان و کودکان هستن. حداقل گفته میشه که بیش از 600 کودک فلسطینی در جریان این حملات فاشیستی اسرائیل کشته شد. همونطور که خودتونم به درستی گفتید، در واقع همون جنایاتی که نازی‌ها و فاشیست‌ها در مقطع جنگ جهانی دوم علیه یهودیان کردن، همون کار رو صهیونیست‌ها دارن علیه مردم بی‌دفاع فلسطین می‌کنن. همین مردمی بودن که تا همین چند ماه پیش و حتی چند هفته پیش در اعتراض به وضعیت وخیمشون در غزه، علیه همین حکومت مرتجعین اسلامی حماس دست به شورش زده بودن، دست به اعتراضات تودهی زده بودن و نارضایتی خودشون رو اعلام میکردن. از یک طرف دولت اسرائیل میگه که این شما همه حرکت کنید، از شمال غزه برید به طرف مرز رفح در نزدیکی مصر. بعد خود مصر هم به مساوی یک دولت عربی که باید ظاهراً یک همبستگی حداقل ابتدایی داشته باشه با مردم عرب فلسطین، اومده مثلا چیکار کرده؟ مرز رو کامل بسته، یعنی نه هیچ کسی میتونه از اونجا خارج بشه، نه حتی کمک‌های امدادی برسه. یعنی یک فاجعه و تراژدی تمام عیار رو می‌بینیم. تازه اون بخش از مرز رفح که در طرف غزه است، بارها توسط
جنگنده های اسرائیلی مورد حمله هوایی قرار گرفت. بنابراین از همه جا راندو، از همه جا مونده یک تراژدی انسانی تمام عیار. ولی همه ما میدونیم این خاک پاشیدن در چشم حقیقته که فکر کنیم این جنگ از هفته اکتبر، شنبه هفته اکتبر با حمله حماس شده. نه، این جنگ، این بحران، این تراژدی، این فاجعه از 75 سال پیش، از زمانی که اومدن با اشغال سرزمین‌های فلسطینی یک کشور درست کردن به نام اسرائیل و بعد همون حق رو برای مردم فلسطین به رسمیت نشناختن، 50% رو دادن به اسرائیل و 40% به فلسطین، ولی همون هم به رسمیت نشناختن. با حملات فاشیستی که شبه نظامیان اسرائیل کردن بیش از 700,000 فلسطینی آواره شدن از اون مناطق و بعد هر سال که گذشت قسمتی دیگر از خاک فلسطینی ها به تصرف به اصطلاح اسرائیل در اومده. الان اسرائیل که میگه صحبت از شرق بیت المقدس دیگه نکن، این پایتخت ابدی و ازلی منه. خود کرانی باختری رود اردن رو که تحویل تشکیلات خودگردان فلسطین به رهبری دولت فاسد و بی ارزی محمود عباس دادن، میبینید در دل این کرانی باختری وجب و وجبش شرق سازی کردن، حداقل 600,000 یهودی را از اقصی نقاط جهان آوردن اونجا در اون شهرک‌های در دل کرانه باختری. غزه هم که صحبت کردیم هیچ ارتباط زمینی با کرانه باختری نداره، به مساوی یک گتو، یک زندان بزرگ روباست، از هر طرف در محاصره و مزیقه و اینا، یعنی آب و برق و گاز و همه چیزش رو، هواش و دریاش و همه چیزش رو اسرائیل به اصطلاح چیه. بنابراین تا زمانی که مسئله حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین و برابر حقوقی اونها با شهروندان اسرائیلی به رسمیت شناخته نشه، به این آپارتاید مشمئز کننده پایان نده، در بر همین پاشنه میچرخه. ممکنه اسرائیل در یک جنگ مشخص پیروز بشه، حتی دمار از روزگار حماس هم برای مدتی در بیاره، جهاد اسلامی را مثلا نابود بکنه، ولی هر کودک فلسطینی، هر جوان و نوجوان فلسطینی که این رنج و ارمان رو میبینه، خودش روزی و روزگاری به یک رزمنده جدید تبدیل میشه، مادام که صورت مسئله سر جاش هست و اینا. حالا در مورد خود این ریشه این بحران هم شما نکته دارید بگید. در این حال پرسشی رو یک تعدادی از بینندگان تلویزیون برابری با ما مطرح کردن در مورد آقا شما چرا از صدای سوم صحبت میکنید، یعنی شما بی‌طرفی. حالا ما بارها گفتیم که صدای سوم به معنای بی‌طرفی نیست، ما صدای اولیمو کنار کارگران زحمتکشان هستیم و این اعلام بی‌طرفیه. در مورد خود ریشه این واژه صدای سوم و جا افتادگی اون، به ویژه در حداقل من تا اونجا که میدونم بیش از 2 دهه هست که در ادبیات سازمان ما هم وجود داره، اگر نکاتی داری در مورد توضیح مسئله صدای سوم میشه. با تایید تمام نکته هایی که رفیق آرش عزیز شما مطرح کردی، من میخوام 2 تا نکته کوچیکم اضافه کنم. این دو طرف دارن یک ناسیونالیسم کثیفی رو دامن میزنند، یعنی با اخبار جنگی اسرائیل داره توده اسرائیلی رو به علیه حماس بسیج میکنه، حماس داره اون بخشی از فلسطینیانی که به قول تو به درستی از نارضایتی شورش کرده بودن علیه حماس، زیر این داستان داره باز اون روحیه ناسیونالیستیش رو تقویت میکنه. یعنی دوتا ارتجاع، یعنی باز روشنی رو تمام باید بگیم، دو ارتجاع حماس و دولت نتانیاهو و گرایش راست فاشیستی صهیونیستی دارن همدیگه رو تقویت میکنن در مسیر جهنمی که اینجا هم مردمان اسرائیلی ساکن اسرائیل و هم مردمان فلسطینی ساکن غزه دارن جان عزیزشون رو از دست میدن. من تردید ندارم که تو هم با من هم آوازی، ما همونقدر برای جان کودکان، زنان، مردان فلسطینی در نوار غزه نگرانیم، همونقدر هم برای جان کودکان و زنان و غیر نظامیان اسرائیلی نگرانیم. یعنی برای ما تفاوتی نداره، دو حاکمیت ارتجاع
مثل اختاپوس افتادن دارن زندگی این مردمان رو چه در بخش اسرائیل تا در اینجا از بین میبرن. و البته فراموش نکنیم رفیقانش عزیزم که حماس رو خود همین نتانیاهو تقویت کرد برای اینکه شکاف بندازه در جنبش فلسطین، نه با این آقای محمود محافظه‌کاری که با وقاحت تمام اونجا برای اینکه خودش شیرین کنه که آره حماس نماینده مردم فلسطین نیست. خب تو هم نماینده مردم فلسطین نیستی محمود عباس که اونجا رو به یک مرکز فساد سازش تبدیل کردی، اون بخش دیگر فلسطین مردم از دست تو هم به فقان مردم فلسطین به فقان آمدن در چنین وضعیتی. اما اون دوره یاسر عرفات جورج حبش اسرائیل میکوشید که در جنبش فلسطین شکاف بندازه و به همین دلیل حماس رو تقویت کرد. به اسناد زیادی وجود داره که حدود 1 میلیارد دلار از قطر رسید به حماس که بخش بزرگشون رو هزینه های نظامی شون کردن حماسی ها. بنابراین این تقویتی که نتانیاهو برای شکاف در اردوی فلسطینی ها از حماس کرد الان داره چونش هم میخوره. تمام داستان اینجوریست و همین الان هم بازم حماس یک مایده دست اسرائیل داده که تجاوز خشن نظامی بکنه و شرایط به بستر از جغرافیای غزه و زیر رو دوباره زیر پرسش قرار بده و یک نقشه جغرافیای دازه رو پیش بینی کنه. و من ارزیابی من این است که همه دول غربی روی این قضیه چشم خواهم بست، روی این تعرض این تجاوز چشم می‌بندن، زیر عنوان دفاع مشروع اسرائیل تلقی می‌کنن. اون نکته که تو درستی بایدم گفتی رفیق آرش که گفت آره رفتن و حرفای گذاشته شرط کرده، حقیقت که زیر فشار افکار عمومی همه مردم سراسر جهانه. آخه این قتل عام رو بایدن چند روز تبلیغات می‌کرده و سرانجام که آره دفاع از خود آری ولی الزامات جنگ و قانون مندی های جنگ باید رعایت بشه. رفتن همجه که تو گفتی رفیق آرش، رفتن اسرائیل این در حمله زمینی باطلاقیست برای اسرائیل. خودشون هم میدونن اینجوری نیست که 4 توپ بزنن، هم طولانی میکنه جنگ رو، هم اگر این حقیقت داره به قول تو که شهر خواهی زیر زمین وجود داره به این ساده گی در همشکستنش امر ساده نیست. اونور نیروی مقاومت و وجود داره و خوراک نظامی به دستش خواهد رسید، اینورم خوراک نظامی به دست این یکی خواهد رسید و این کشتار مردم بیگناه تمامی نخواهد داشت به گسترش پیدا کرد. این یه بحثه. خب حالا اون پرسش کلیدی که مخاطبین عزیز ما در تلویزیون برابری کردن کم لطفی میکنن، همچنین که شما گفتی آره جان ما دو دهه است که روی صدای سوم در سطح جهان و در خود ایران میانجامیم. اون دوره ای که جنگ آمریکا و ایران بر سر جریان های مختلفی بحثش بود، ما مردم ایران رو به عنوان صدای سوم اعلام کردیم که نه با ارتجاع رژیم چنج و آمریکایی ها و متحدینشون از دوستان‌طلب حتی اون دوره حتی که هم‌آوازی دارن، نه در کنار ارتجاع کثیف‌تر از او به جمهوری اسلامی هستند. مردم نیروی کار و زحمت صدای سومند که علیه دو ارتجاع می جنگند. در سطح جهانم اردوی عظیم نیروی کار و زحمت در سراسر جهان در این جنگ های نیابتی یا مستقیمی که بین دول مرتجع کوچک و بزرگ جهان صورت می گیره، بین استثمار انسان از انسان سازماندهی میشه به شکل بسیار ظاهرا مدرن، نیروی کار و زحمت وال استریت نشان داد 99% ها صدای سومن، صدایی هستن که با هیچ وجهی وجودی از ارتجاع هم‌آوازی ندارن. اینجا هم صدای سوم تعرض ارتجاعی حماس را با تمام ریز درشتش محکوم میکنه و تعرض و نسل‌کشی اسرائیل را نفی میکنه. و من اینجا میخوام اینو اضافه کنم، دیروز یا چند روز پیش در یه گفتگوی گفتم من از حق مردم اسرائیل برای یک کشور هم دفاع میکنم.
و اون پروژه دو کشور رو راه حل میدونم، ولی اسرائیل سهم خودش رو که گرفته به زور میخواد اون حداقل باریکه ایرم که مردم رو زیر یک جانوری به نام حماس گذاشته او رو هم بگیره. این شهرکای کوچک که هی میان جلو هی گسترش پیدا میکنن به سمت غزه، به سمت اون بخش از فلسطین، اینا شوخی نیست. یعنی اون پروژه دو کشور رو اسرائیل میخواد زیر سوال ببره. این بهانه‌ای که حماس دستش داده در جهت پیشبرد این استراتژی کثیفه. بنابراین صدای سوم علیه این سیاسته. صدای سوم حق آزاد انسانی این شهروندان، چه اسرائیلی چه فلسطینی را، برای داشتن یک منطقه جغرافیایی و زندگی انسانی به رسمیت می‌شناسه و جهان باید برای متحقق کردن این قضیه بسیج بشه. دولت ها بسیج نمیشن تا برای که بر منافع استراتژیکی که خودشون و ژئوپلیتیک خودشون حرکت میکنن. این مردمان آزادیخواه آمریکایی، اروپایی، نیروی کار زحمت در سراسر این جهان آسیا و غیر آسیا هستن که میتونن با فشار به دولت هاشون با فشار و به زیر منگل قرار دادن هم ارتجاع محلی مثل اماس، هم ارتجاع فاشیست اسرائیلی. من صدای سوم یعنی حق حیات و زندگیه این دو ملت رو متحقق کنن. از این نظر صدای سوم صدای بیخاصیت نیست، صدای اکثریت مردمان جهانه. در سطح پروبلماتیک های جهانی صدای اکثریت مردمان ایرانه، در سطح جنگ ایران و دول ارتجاعی منطقه و امپریالیست. رفیق حسن، من فقط این نکته رو تصدیق بکنم که سیاست ایجاد یک نیروی ارتجاعی اسلامی عمیقا مذهبی در مقابل سازمان آزادی فلسطین و نیروهای سکولار و نیروهای حتی چپی که وجود داشتند، از مدت‌ها قبل از دوری نتانیاهو به مساوی یک سیاست رسمی دولت صهیونیستی اسرائیل شروع شده بود. شیخ یاسین آزاد کردن، کلی امکانات، یعنی عملا آزادش گذاشتن که رشد بکنه، با پولای کلانی هم که از قطر و جای مختلف میرسید، با خانش یکی از اسلام اخوان المسلمین داشت و کارهای خیریه که میکردن، عملا سعی کردن به عنوان یک نیروی آلترناتیو در مقابل سازمان آزاد بشه فلسطین قد علم بکنه. وقتی هم که 2005 غزه رو تحویل دادن، تحویل فلسطینی ها دادن، دیدیم که در 2006 با اولین انتخاباتی که اونجا صورت گرفت، حماس به اصطلاح اکثریت آرا رو به دست آورد که اصلا نیروهای الفت و سازمان آزادی فلسطین مجبور شدن از اونجا کوچ کنن بیان عمدتا در کرانه باختری. یعنی یک سیاست در یه همون کاری که محمود رضا پهلوی میکرد، دست آخوندها رو باز گذاشته بود برای جلوگیری از رشد کمونیسم، یا مثلا آمریکا میکرد، بن لادن آورد القاعده درست کردن فلان که در مقابل به اصطلاح دولت دموکراتیک خلق طرفدار شوروی در افغانستان بجنگن، یا ابوبکر البغدادی رو از زندان بغداد آزاد کردن فرستادن در جنگ سوریه، اونجا عملا داعش ایجاد کرد و فلان. از این کارا امپریالیست ها و صهیونیست ها به اندازه به اصطلاح کافی اسناد زیادی در دست هست که انجام میدن. همونطورم که خودتونم کاملا با تکمیل اطلاعاتی تو نه فقط موافقم، دقیق هست. و این سیاست امپریالیستی در مورد حماس، این بعد همون 2005 و 2006 یک مادیت آشکار پیدا کرده و همه روی این قضیه متفق قول بودن. ولی این روندی که به درستی تو تفسیر کردی دقیقا تایید میکنم، درست. در این حال باز بینندگان سوال کردن از ما که یک سری گمانه هایی مطرح میشه دیگه، بخصوص که وقتی این شنبه 7 اکتبر نیروهای حماس و جهاد اومدن در اسرائیل اون جنایت را کردن، حالا غیر از اینکه اینو مقایسه میکردن با هولوکاست، در این حال مقایسه هم میکردن با عملیات القاعده در 11 سپتامبر 2001، درست؟ و میگفتن یک 11 سپتامبر دیگری، همزمان که در اون زمان هم 11 سپتامبر که رخ داده بود، اگر خاطرتون باشه 3 گمان مطرح میگه. یکی میگه کار خود آمریکاست که بتونه بهانه داشته باشه بعد حمله بکنه به خاورمیانه. یکی میگفتن نه، آمریکا شکست نهادهای امنیتی آمریکا مثل CIA، پنتاگون و فلان اینا بودن و ضربه خوردن. و
بعد هم گفتن که نه میدونستن ولی اجازه دادن که صورت بگیره و بعد از اون به عنوان یک معایده استفاده کنن برای اینکه بقول خودشون نقشه خاورمیانه رو عوض بکنن. 3 تریلیون دلار هم از 2001 به بعد در جنگ‌های مختلف به ویژه در افغانستان و عراق خرج کردن، عملا هم ره به جایی نبردن. دیدی هم که حدود 2 سال پیش حکومت رو تحویل طالبان دادن در عراق که اکثریت دولت رو شیعیان دارن که خیلی هاشون با رژیم جمهوری اسلامی پیوند دارن و بعد در سوریه که می‌خواستن بشار اسد رو سرنگون کنه از دلش داعش در اومد ولی جانشون شد و هزار یک مسئله به اصطلاح چیه دیگه. در این مورد مشخص شما چی فکر میکنید که آیا اسرائیل، سوال اینه، سوالی که بینندگان گفتن آیا این میگن کار خود اسرائیل، یک، دو، اسرائیل خبر داشته ولی اجازه داده که بیاد؟ چون ما در یه برنامه دیگه یکی از کارشناسان هم اینو مطرح کرده بود، آقا چجوری میشه هزار تا جنگجوی حماس و جهاد بیان داخل اسرائیل و بعد به مدت 6 ساعت هر کاری دلشون خواست بکنن و بعد اسرائیلی که مفتخر بوده به اینکه هر پرنده رو تو هوا میزنه و نهادهای امنیتی و نظامی بی همتایی داره مثلا روحش هم خبردار نیست. گومیان سوم اینه که نه اجازه میدونستن گفتن بیان و بعد از این استفاده کنن برای اینکه به قول خودشون کار غزه و حماس و اینا رو بسازن. نظر شما چیه؟ اون تصویری که از اول تو دادی منم همون تصویر دارم، ولی مگر اینکه اون بوش پسر روانی شده باشه که بگه که دو تا هواپیما یاد اونو بزنه که بعد ما بزنیم. چون من دیدم که یه خبرنگار مترقی آمریکایی بود که فیلم مستند اسمش الان فراموش کردم که اون صحنه که توی مدرسه در گوش بوش میگن که این توفته لبخند تهی زده برای اون تفسیر کرده که اینا خبر داشته. من چنین باور جیمز واندی ندارم. دو، در مورد که اسرائیل خبر داشته گفته بزن بیان 6 ساعت بزنن بکشنم، مصر اول شایعه بوده که مصر 2 هفته قبلش اطلاعات به اسرائیل داد، هم اسرائیل کار کرد هم خود السیسی سر راست گفت که نه ما چنین اطلاعاتی ندادیم. اینا گمانه زنی های ژورنالیستی بوده به زیر همین تصور که تو به درستی داری میگی که آخه چطور میشه که این دیوار عجیب و اون گنبد معروف که میگن که سیستمی داشتن که سایه ها را هم حس ها را هم رصد میکردن، خب نشان میده که دشمن در هر شکل قوی که وجود داشته باشه امکان نفوذ و تعرض در مقابلش وجود داره. اون چه که از نظر من به واقعیت نزدیکتره، من که اونجا همه علم غیب نخواندم، از نظر من و نگاه تحلیلی من به واقعیت نزدیکتره، شکست اطلاعاتی و دستگاه امنیتی خود اسرائیل بوده. اعتماد مطلقی که به خودش داده داشته نشون میده که غیر واقع. اولا لحظه ای که این حجم صورت گرفت معلوم نبود چقدر جمعیت بودن، معلوم نبود تا به خود جنبید 5-6 ساعت میگذره، خیلی روشن و آشکاره. بنابراین من ای رو از منطق کار طولانی حماس، چون تخصص زیر زمینی کار کردن حماس و شهرکهای بغلط زیر زمینی ساخته که الان اسرائیل هم میگه من اون بالا خونه ها رو خراب میکنم تا برم زیر زمین ها رو خراب کنم، که خودش داره اعتراف میکنه، این فرصت رو داده شده و تردید ندارم که با هم‌آوازی کارشناسان علمی و فنی از نوع حزب الله لبنان و جمهوری اسلامی و دیگران این فرصت ها به وجود آمده. بنابراین من شکستن دیوار امنیتی اسرائیل رو و چی میگن متحیر بودن اسرائیل برای زمان کوتاهی تا خودش جمع جور کنه رو محتمل تر از بقیه فرضیه ها میدونم. و در مورد حسن چون فرصت زیادی نداریم، در مورد حالا این فاجعه و تراژدی جلوی چشمان ما هست، وظایفی که به اصطلاح بر دوش صدای سوم و بر دوش هر انسان صلح دوست، آزادی خواه و برابری طلبی هست در جهان. شما یک مورد اشاره کردید که اصلا در فرانسه به بهانه اینکه به اصطلاح اجازه تحرک حماس رو نمیدن اصلا ممنوعیت تظاهرات رو
ممنوع کردن. در آلمان هم همین کار صورت گرفته. خوشبختانه در شهرهای کانادا و در برخی شهرهای آمریکا ما شاهد تظاهرات وسیع بودیم. چند روز پیش شاهد یک تظاهرات وسیع 150,000 نفره در لندن بودیم. متا حالا کار ندارم که در این تظاهرات ها خیلی مهمه که صف نیروهای حقیقتاً آزادی خواه و برابری طلب از صف نیروهایی که مثل حامیان جمهوری اسلامی، مثلا در تظاهرات لندن مثلا یکی عکس قاسم سلیمانی هم با خودش آورد. طبیعیه که این به اصطلاح وحوش هم میاد از این فرصت استفاده بکنن برای تبلیغات خودشون. یا مثلا باید نیرو یعنی صدای سوم مثلا اینجا چه کار بکنه که مثلا در این تظاهرات هایی که برای دفاع از صلح و برای برسمی شناختن حق تعیین سرنوشت فلسطین و برای پایان دادن به نسل‌کشی اسرائیل، در این حال مرزبندی با ارتجاع اسلامی از قماش حماس، اینجا ما خب میدونم وظیفه سختی داریم دیگه ها، یعنی تو باید همزمان در دو جبهه بجنگی. رفیق آرش عزیزم، این رو اگر بسیار روشن کنیم، فشرده کنیم، معناش یک صدا خواهان به دریا انداختن اسرائیله که از جنگ 6 روزه عرب اسرائیل این شعارها آغاز شد و امروز پرچمدار جمهوری اسلامی اسرائیل به دریا بندازه. یک نیرو هم میگه که اصلا باید فلسطینی‌ها رو اونچنان جمع‌جورشون کرد با سرکوب و نابود کردن حماس که فرصت و داعیه زمین و سرزمین منطقش از دست خارج بشه. خب نیروی سوم صدایی است که علیه ارتجایی که خواهان به درجا انداختن مردمان اسرائیلی هست و علیه نابود کردن حق زمینی و سرزمینی مردمان فلسطینی هست، علیه این دو ارتجا باید بجنگه. بنابراین با بردن این شعار که حق انسانی طبیعی هم فلسطینیان هم اسرائیلی هاست که سرزمین معینی داشته باشند و شرایط و زندگی مستقل خودشون داشته باشند، به عنوان دو همسایه در کنار همدیگه زندگی کنند با استقلال، نه اینکه دم به دم شهرک سازی ها بیا تا قلب غزه مثلا یا اون بخش آزادی بخش حرکت کنه و ببلعه. یعنی به نام شعار، وقتی این شعار شما میدید قاسم سلیمانی به گورستان تاریخ میره. ما علیه دو ارتجاع هستیم، بنابراین با دو مرتجع هم‌آواز نمیشیم، نه در دفاع حق بی‌قید و شرط اسرائیل در دوران دفاع تا حد نابودی مردمان فلسطین، نه به دریا انداختن اون. بنابراین یک، ما با شعار آتش بس فوری، دو، مبارزه بی امان برای یک صلح پایدار از طریق به رسمیت شناختن دو کشور فلسطینی و اسرائیلی، نیروی سوم صدای سوم با این پرچم باید به میدان بیاد. اگر این پرچم این شعار به میدان بیاد، به طور طبیعی ارتجاع اسلام سیاسی خودش فاصله میگیره و ارتجاع فاشیست اسرائیلی هم باش فاصله میگیره. صدای سوم بر حق انسانی شهروندان اسرائیلی و فلسطینی بر اساس یک صلح پایدار در چارچوب دو سرزمین که قبلا هم مصوبه شده بود در سطح بین المللی بایستی دنبالش بره. گام نخستم طبیعی است که مبارزه با فشار افکار مترقی مردمان جهان به دول مرتجعشون، چه اینور چه اونور، برای زیر فشار قرار دادن اکنون اسرائیل که به یک آتش بس تن در بده. دقیقا دیگه وقتی فاجعه انسانی رخ میده، مثلا نظیر همین زلزله‌ای که زیر آوار این خبر جنگ به اصطلاح رفت در ماها، زلزله‌ای که در افغانستان رخ داد، گفته میشه که حداقل 3000 کمدتن زن و کودک بودن، جان خودشون از دست دادن. شما اینجا دیگه استخاره نمی‌کنی وقتی که همچین فاجعه‌ای رخ داد. اولین چیز که مهمه کمک و امداد رسانی فوری است به زلزله‌زدگان، صرف نظر از ماهیت به اصطلاح چی حکومت طالبان یا حکومتی که اونجا هست. الان امداد رسانی فوری و نجات جان ساکنان بزرگترین زندان روباز جهان غزه بیش از هر چیزی دیگری اهمیت داره. به قول شما آتش بس فوری از هر دو طرف،
درست؟ البته شایعات هم پخش شده بود که هم حماس و هم اسرائیل هر دو تکذیب کرده، درست؟ و بر رو این تراژدی البته یک بار دیگه نشون میده دیگه ماهیت نظام جهانی سرمایه‌داری. نظام سرمایه‌داری تا زمانی که تداوم داره، انواع و اقسام از نابرابری‌های طبقاتی، فقر، بحران مسکن، کمبود به اصطلاح امکانات پزشکی، آموزشی برای فقرا، گرسنگی، بی‌خانمانی و جنگ هم به اصطلاح جزی لایتجزاست از این ماهیت به نظام سرمایه‌داری که باید باش مقابله کرد از طریق برپایی جنبش‌های انقلابی و آزادی‌خواهانه که همونطور که به درستی گفتید همه اشکال ارتجاع رو چه از نوع اسلامیش چه از نوع یهودیش، همه سیاست‌های امپریالیستی رو چه از نوع غربیش چه از نوع شرقیش مرزبندی داشته باشه و بر به قول معروف انسانیت پای بفشاره و بر ضرورت تأمین یک زندگی صلح‌آمیز تو هم با رفاه و شادی برای همگان. یه جمله بگم فقط، همین الان در همین چند روزه در اسرائیل نیروهای مترقی با دادن اعلامیه‌ها به تعرض دولت فاشیستشون هم اعتراض کرده. همین ماها شاهد شورش گرسنگان و نیروهایی که برای آزادی در فلسطین بودن علیه حماس کردن. یعنی نه در فلسطینیان فقط جامعه مترقی روشن فکر منحصرش نیست، در اسرائیل هم هست. مردم برای یک زندگی انسانی بهتر، برای امنیت و تامین زندگی چون دارن مبارزه میکنن. خب در گام نخست همین چیزها باید پیش بره تا اون شکل استراتژیکش متحقق بشه. متاسفانه ولی صدای سوم هنوز در جامعه اسرائیل و همچنین حتی تا حدودی در جامعه فلسطین خیلی ضعیفه، ضعیف شده و وظیفه ماست کلی نیروهای چپ و آزادیخواه در سراسر جهان که این صدا در این چند روز آره جانی مقدار جهان در شک قرار گرفت. بله. و بعد این تبلیغات جنگی کثیف تصمیم گیری و نگاه رو تار کرد. هر روز که داره میگذره از این چند روزه افقها پرده ها به کنار میره، ترفند اسرائیل، دولت اسرائیل به کمک امپریسا از یک سو، ترفند حماس و مدافعینش در جمهوری اسلامی و حزب الله از سوی دیگر، سیمای کثیف نجات پرستانه اش رو از هر دو سو داره نشان میده و جاده برای نیروی راه سوم هم شفافیت پیدا میکنه، هم روشنایی پیدا میکنه و هم این اراده بزرگ به میدان خواهد آمد. تردید ندارم. درود بر رفیق حسن حسام عزیز، درود بر بینندگان تلویزیون برابری. ما باز هم در روزهای آینده در برنامه‌های متنوع این بحث مهم رو پی خواهیم کرد. سپاس از شما رفیقان عزیزم.